از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از جامعه سفید آلم، از جامعه نمی پوشن، از جامعه سفید آلم، از جامعه نمی پوشن، هم ساری از سالم، هم آتشی در دوشن، هم ساری از سالم، هم آتشی در دوشن، ما آتشی در دوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتشی در دوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار، جواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دین پیشانی ها، دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. که رو پوشیده از شهر میگذرد و سوار راه پوشیدم، که این خانه از پادشاهی توهیست و هنگام پیروزی و فرحیست. بر اینانیان، بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز این مردمان نیز بریان شدم، از انیران و وز ترک و تازی و مغل، نژادی پدید آمدن در میان، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. چنین بی وفا گشت گردون سپهر، دو جم گشت و از ما
ببرید. مهر دژم گشت، دژم گشت، دشمن شد زمان با ما، و از ما ببرید مهر. سال پیش بود که من وارد پاریس که شدم، در سیته دانشگاهی، یعنی شهرک دانشگاهی که خوابگاه بود و سالن غذاخوری بود، اینجا در سیته اونیورسیته مترو ایرانی ها بساط میگذاشتند. روزای جمعه اول شنبه میذاشتند، بعد همه میومدن. بساط یعنی این بود که سفره پهن میکردن توی فضای حیات خوابگاه دانشگاهی و رستوران دانشگاهی، و این هر کسی که سفره پهن میکرد مال یه حزبی بود، احزاب مختلف 10-20 سفره بود. و چون روزهای انقلاب نخستین و روزهای نخستین انقلاب سیاه تازیه حاکم بر ایران بود و جنگ ایران عراق بود و اینها، این سفره زیاد بود، حزب هم زیاد بود. بعد دعوا می شد، احیانا دعوا می شد و اینا به سر کول هم می پریدن. اون موقع هنوز حزب اللهیان بودن، می اومدن، غیر حزب اللهیان بودن، چپا بودن، همه گروه ها بودن می اومدن، هر کسی. خلاصه من همون رو که اومدم، از وارد پاریس شدم، از لبنان آمدم به پاریس و این رو دیدم، جگرم سوخت. 40 سال پیش جگرم سوخت و گفتم ای وای چه ایرانی. اگر ترسیمش این سفره روی زمین با 2-4-6 کتاب و یک اندیشه و فلسفه که 2 جوان با هم بحث میکنه، اگه این میخواد ایران باشه و بشه. بعد من چون اومده بودم به اصطلاح، خیلی دوستان دوست داشتن ما صحبت کنیم، اینا گفتن فلان اینجا صحبت کن، تو صحبت کن.
تو میرفتی رو پلا وای میستدی، یه سفره های اونجا پهن بود، برای همه رو صحبت میکردی. من صحبت که کردم یک چیز که گفتم خیلی مهم بود، گفتم دوستان عزیز، دشمن رو باید بشناسیم. اگه دشمن خوب شناسایی کردیم میتونیم خوب تحلیل کنیم. الان این دشمن پلید ما جمهوری اسلامی با جنگ ایران عراقی که راه انداخته، این احتمالاً چند سال آینده خواهد موند به خاطر این جنگ. سرگرمی برای مردم آفریده، با سرگرمی که برای مردم آفریده با این جنگ میمونه. و همین دلیل شما باید نبرد و مبارزتون رو تشکیلاتی، منظم، متحد، منسجم، همبسته، یک صدا، ولی با رنگ‌های مختلف سلیقه‌ای، چون کهکشان کیان، چون کهکشان، اینها رو شما سازماندهی کنید و بدونید دست کم 10 سال دیگه آخونده میمونن. آقا تا ما اینو گفتیم 10 سال دیگه میمونن. گفتم بر اساس که اینا 10 سال دیگه اینجا هستن، جنگ و نبرد رو برنامه ریزی کنید. ما تایی رو گفتیم اونجا همه خوشحال و دست و خوب بود سخن اینا. شب اومدیم خونه، این رفقای ما که دیال اسمشون رو نمیگم، آقا چرا گفتی 10 سال دیگه؟ ما داریم میگیم فردا داریم میریم ایران، داریم میگیم چه میدونیتون وا نکنید نایمده. نه گفتم آقا چرا دروغ میگه به مردم؟ دروغ نباید بگیم به مردم. این رژیم شوربختانه ماندگاره به خاطر این سال 83. البته بگذاریم که من یک سال دو سال قبلشم که از ایران میخواستم خارج بشم، با یکی از این شخصیت‌های غیر ایرانی که صحبت می‌کردم، قایم بودم، مخفی شده بودم، می‌خواستم فرار کنم، گفت هفته تیر پیش اومده بود که حزب جمهوری رفته بود هوا، یهو ما هم دیگر دیدیم، اون گفت که خب نظر چیه؟ گفتم این رژیم دو روزه رفته است. گفت با آدمایی که من تو خیابون دیدم این رژیم میمونه. گفتم چه آدمایی؟ تو گفت تو نیومدی ببینی، میلیونی آوردن تو خیابون. یعنی با این خلا، گوسفندایی که میان و نگه میدارنش. امروز هم بحث ما همینه عزیزان من. اون روز ما با دوستان به نتیجه نرسیدیم که قبول کنن که بر دراز مدت پیام و فریاد رو برنامه ریزی کنن. به نتیجه نرسیدیم و 40 سال گذشت. الان شده 44 سال از انقلاب سیاه. الان هم عزیزان من پس از جانفشانی های دلاورانه و خردمندانه که نسل نو و جوان و انقلابی ما انجام داد، نوید پیروزی می رفت. یعنی ما پیروز می تونستیم بشیم در ماه های گذشته. اما شوربختانه همین نژاد غول و تریاکی و ترسو و همین میلیون ها نفری که تو خونه نشستن، به قول پادشاه خردمند آریامهر، اکثریت خاموش. این اکثریت خاموش که نه تنها خاموش، خبر ملگت میشینن این مزخرفات رو گوش میکنن. آقا خانم تو کی هستی؟ تو اصلا انسان میشه اسمت رو گذاشت که یک سید تازی حرامزاده اشغالگر بیاد در مورد نوروز تو اینجور تو مملکت تو خونه تو با نون تو بگه؟ تو اونجا به تمرگی بشینی میکروفون هم جلوش بذاری؟ نوروز یک بدعت است، قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست. شما ایرانی هستید؟ نه، انسان هستید. انسان شما انسانید که این همه گلوار پای منبر این الاغ ها میشینید که این الاغ ها بیان به تاریخ و تمدن و نیاکان شما توهین کنن. شما هیچ نگین، این گوسپند اونجا بشینین سرتونم ببرن زپشاریتونم بگن. این مزخرفات گوشون. شما انسانین؟ این نوروز رو فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی. من به شما قول میدم پای منبر این پوفیوزها کچلوار کراواتی هست، ریشو و غیر ریشو هست، ریش تراشیده هست، تحصیل کرده هست، پزشک هست، مهندس هست، بچه های جوانای پاک آزادم هستن. یه نفر پا نمیشه بزنه تو گوش این آخونده.
اینا اشغالگران تازی از یک جای دیگه اومدن به ما پناه که آوردن، هیچ تجاوز به نوامیس تو کرده و میکنن، تجاوز قتل عام، کشتار، روتونم سوار میشن، این خر ازتون سواری میگیرن، این مزخرفات رو میگه، هیچ کس هم پا نمیشه یک اعتراضی بکنه. کردن محاسن از صورت در مورد آیان به جوری که پوست صورت بدون محاسن باشن. آقا عقل، عقلی که هست خوشبختانه، پاشید عاقلانه با این پوفیزا برخورد کنید، این مزخرفات چیه میگید؟ بزنیدشون از بالا بکشینشون پایین. ما هم کسی نیستیم که کنار گود نشسته بگیم لنگش کن. من خودم خردسال بودم، حدود 10 سال عمرم بود در مشهد امام رضا. ما کارمون محرم و سفر و همین محرم از اون که تموم شد این بود که میرفتیم این آخوندهای کله گنده، خیلی کله گنده، از شهرهای دیگه میامدن مشهد میرفتن منبر. به خدا قسم، به یزدان سوگند، باید سوگند بخورم تا توی ابله نادان بزدل ترسوی ناموست بدی، بچه بدی، خانواده بدی، میهن بدی، اونجا تمرگیدی زر اینا رو گوش میکنی تکون نمیخوری بفهمی. ما میرفتیم 3 تا 4 تا 5 تا بودیم پای منبر یه آخونده، اما واداشو بالا صحبت میگه تا مزخرف میگه ما جوابش میدادیم، یکی از اون یکی از اینور جلساشون رو به هم میزدیم. یک کسی بود به نام افتخار سبزواری، یا یک کسی دیگه بود مثل همین کافی احمد، مشهور شده بود. این البته بگذاریم که مثلا احمد کافی خیلی زبل بود، او حتی ما رو خراب میکرد. مثلا ما نشستیم گفت این بچه رو مثلا در حرف میزنه چاییش نخورده، چایی بهش بدید. همه گوساله میخندیدن اونجا به ما، ولی بقیه ما میرفتیم به هم میزدیم مجلساتشون، تو مساجدشون میرفتیم. تو یه شخصیتی که الان هست، خیلی هم شماها میشناسیدش و دوستش دارید و بعضی وقتا هم یه حرفایی میزنه جالبه، این میومد سال 1 ماه تو مشهد بود، یک خونه یک حاجی قرم دنگی بی میداد، این حاجی خونه رو بی در اختیار میذاشت با یک آبدارچی، این میومد اونجا. بعد 1 ماه صبح مثلا نمیدونم این چیز میداد، تفسیر قرآن میگفت. این آقا رو شما الان میشناسینش، آقای جوادی آملی، آملی جوادی، همین آقای جوادی، آخوند مشهور آیت الله عموم سفیده. این به حساب فیلسوفه و تفسیر میگفت و اینا. ما رفتیم میرفتیم پای منبعش، 12 سالمون بود، خرابش میکردیم. یه بار که ما خرابش کردیم گفت آقا جان شما به اینجا بغل من بشین، ما رفتیم بغل نشست، یعنی بغل پای من بر. گفت شما از جا تکون نخور، من به همه سوالای تو جواب میدم، ولی بذار با اینا صحبتم بکنم بعد با تو میپردازم. ما هم قبول کردیم. تموم که شد چای آوردن نمیدونم فلان و صبونه میدادن از این مزخرفات، یا پاشد بره. گفتم حاج آقا تو گفتی جواب مار میدی، گفت بیا. ما رفتیم با هم قدم زنان، این مثلا نمیدونم بازار سرشور خونش بود، این مجسمه مثلا رفته بود منبر پیاده رو. گفت خود تو چی میگی؟ گفتم من میگم این قیاس ابلیس، این ابلیس میاد به این اللهه توی قرآنه میگه که آقا من از آتشم منو آفریدی، برتری دارم به این لجنی که میگی از لجن آفریدی آدمو، من آتشم، آتش نمیتونه لجن رو سجده کنه، من سجده نمی کنم و خدا بهش امکان میدی، الله، الله بهش میگه آقا باشه تو برو تا بازادی که حتی بندگان من فلان کنیم. خب یعنی چی؟ گفتم این حرفش درسته، عقلیه. گفتم این ابلیس عاقلانه داره حرف میزنه، میگه آتش که لجن رو نمیتونه و بعد میگه من آتشم، تو میگه برم در آتش جهنم بسوزم. خب آتش در آتش که چیز نمیشه. یک نگاهی همجور داشت را میرفت به ما کرد. بعد دو تا سه تا بچه طلبه دون پوال ما میومدن اینا، برگشت بینه یک نگاهی که گفت خب چی میخواین شما؟ گفتا هیچی آتا، خب شد بگم شید. ما
اونا رفتن. با ما قدم زد. گفت خب دیگه چی داری سوال می‌کنی؟ گفتم همه رو تو جواب بده تا بریم به سوال بعدی. رسیدیم خونش. گفت ببریم تو. گفتم خواهر ما داریم خود مر بره تو خونش اینا. گفتم حاج آقا میشه یا یه پسر دیگه بود این محمود قفاریان بود بسیار الان هست نمیدونم چیکار شد پیر شده دیگه اون یهو اونجا بود گفت بیا تو هم بیا با هم بریم تو فهمید یعنی ما تنها باش تو ما رفتیم اونجا و بعد صحبت این گفت خب حالا منظور از یه حرفا چیه گفتم میخوای آخوند بشی گفتم نه گفتم میخوای آخوند بشی چیکار میخوای بشی گفتم هر چی بشه ما آخوند که نمیخوایم بشه ما آدم هر تو سوال بکنیم میبینی لباس شخصی هم هستیم یارو محمود که اونجا نشسته گفت برده چای برده ببینم اون طرف تو چای بیاره گفت بابا جان ببین این حرفایی که من میزنم برای بچه هایی که از ده آمدن میخوان برن آخوند و ملا بشن تو ذهنت خیلی بالاست و این حرفت هم درسته جوابش هم حالا من بهت بدم ندم این جوابایی داد ما باش بحث کردیم آخرش گفت ببین این آخونده رو من این بچه طلبار میبینی گفت فاطمه آره گفت من برای اینا صحبت کنم ده اومدن این آرزوشون آخوند بشن این حرفای تو اگه اونجا جلو اونا بزنی اول باید خصوصی من بگی اینجا خب جلو بزنی اینا بیدین میشن بی شغل میشن کسی کسی میذارم اینا همه اونه که تو میگی درسته و اسم یه قضیه است قیاس ابلیس قیاس ابلیس رو ما فلاسفه هم تا الان نتونستیم جوابش در بیاریم دیگه ولش کن برو تو درستو بخون نگاه من بهش کردم همون موقع ها گفتم عجب مردی که خودش میدونه که چرت و پرت داره میگه و داره اینا رو خر میکنه پس ادامه میده حالا این مردمی که پای منبر میشینن قبل از هر کسی خود یارو میدونه که تو خری خریت تو رو داره در این نگه میداره حالا شما بشینید همین پا منبر نشستن ها و زر نزدن ها و اعتراض نکردن ها که میان نوامیس شما فرض اون نیکا و مهسا و حنانه و سارینا و و و و و و و و, و اینا فرزندان ایرانن بدبخت اینها فرزندان هر ایرانی هستند هر کس که هویت ایرانی ترین فرزندان اون هستند سید محمد حسینی سیده ولی آزاده است بزرگ مرد ایرانی است رهنورد کرمی هر روز من اسم اینا رو میگم هر روز اسم اینا رو میارم به بیغیرتی شما که فراموش میکنید میبخشید شما کیستید که ببخشید کیستید که فراموش میکنید و میخواین فراموش کنید این ستم ها رو الان شرایط حساسه الان یه قدرت دیگه تو جهان رشد کرده و این قدرت رو اگر شماها نیاین انتقام خون فرزندانمون رو در این انقلاب لایک و خردگرا اخیر بگیرید این قدرت در جهان مقتدرتر میشه روز به روز هم نسل‌های ما رو میکشه برای این روس‌ها سال‌ها پیش مسجد گوهرشاد به توپ بستن آزاده‌های ما رو اعدام کردن انگلیس‌ها قحطی آوردن 9-10 میلیون کشتن شما نمیدونی فراموش کردی برو تاریخت بخون الان هم اینها براشون اولا که از نظر اسلامی که جهان وطنی دوم هم اینا تو مسلمون هم باشن و نباشن رو ولش کن اینا نوکر روس و انگلیس هم برای اونا کار میکنن برای اونها کار میکنن اینها مزدورن آخوند رو تو زمان محمد رضا شاه 10 تومن بهش میدادی میبردیش یه جایی اگه یکی مرده بود اگه یارو جنایتکارم بود مرده بود کل ازش تعریف میکن 10 تومن رو بگیره یه چلو کباب بخوره یه جفت کفش براش بخری همه چیزیشونو برای جفت کفش میدادن همه اینه که خیلی برای یک کراوات گوینده تلویزیون رادیو میشینن اینجا میشینن و زر زیادی میزنن به گونه های مختلفی رژیم نگه میدارن این رژیم خودش که نیست چارتا ملای شپشو مارکسیست های بزرگ جهان که با روسیه بودن از اینا حمایت میکنن تئوریسین اینا هستن اندیشمندان بزرگی که مال انگلیس بودن ولی لباس ایرانی هویت ایرانی اینا پشتی قضیه هستن اینا حمایت میکنن نمیان که به تو بگن که الان چین هم وارد شده و الان اینا دارن یه قدرت میشن تو دنیا
الان روسیه، جمهوری اسلامی، چین، اینها سه ضلع اصلی قدرت جدید جهانی دارم. چون من دارم به شما واقعیت رو میگم، اینجا نمیخوام بشینم زر بزنم، فوش خارمادر بدم و فلان بکنم اینا. میخوام دشمن تو بشناسی، دشمن نتوان حقیر رو خورد، یعنی کوچک شمرد. تو دشمن تو اینا الان کاری کردن که دلار تا چند وقت دیگه اگه این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه و پوتین و چین و اینا کلی همپیمان دارن، الان عرب رو وارد کار خودشون کردن، عربستان سعودی رو با خودشون همراه کردن. الان عربستان اگر بیاد تو این کمپ، جدی هم بیاد تو این کمپ، پول اصلی جهان رو عربستان داده، امید اکثر بانکای جهان بر اساس پول عربستان کار میکنن. دلار از بین میره، وقتی دلار رو از بین ببرن اینها قدرت میشن که دیگه شما نمیتونید بندازینشون. الان موقعیت بسیار خوبیه، به کسی هم نباید اعتماد کنید. همه قدرت های جهان منافع ملی خودشونو میخوان، منافع تو رو هیچ کی نمیخواد غیر از خودت، همون بچت، همون فرزندت، همون نیکای عزیزم که میره روساریش رو آتش میزنه. این پیرنی که پوشیده روسریش آتش میزنه، خالش آتش شاکرمی قاب گرفته تو خونش، پیرن نیکا شاکرمی، آتش خاله هنرمند نیکاست که نیکا در خانه خاله است که آزاده و امکان داره که هر کاری رو بکنه، فعالیت های هنریش رو بکنه. از 10 سالگی هنرمنده، از 10 سالگی زیباترین رقص ها رو میکنه، هنرمند بچه. این هنرمند های ما رو زدن کشتن، بی غیرت ها. ای مردم تازی پرست ستم پذیر، شما اصلی ترین قاتل های فرزندان ما هستید. از قادسیه، اون شعری که از فردوسی خوندم که نامه رستم فرخزاد بود به برادرش، میگه ایرانیان زار و گریان شدم، میگه برای ایرانیان ولی از دست ایران. زار گریان میشه فرمانده سپاه مقتدر ایران، اما ایرانی ها ول میکنن، شما ها ول میکنین، مگه سردارای ما ول میکنن، مگه دختران سلحشور ما ول میکنن، این دختران آزاده آریایی مگه راها میکنن؟ اینی رو که به دست آوردن از دست نمیدن، شما باید از اینا پشتیبانی کنید. اینا دارن طرح و برنامه جدید میزنن که این لچک تازی رو، لچک صحراگردی رو، لچک پوشش از گرد و غبار صحرا رو دوباره به زور سر زنای ما بکنن و نذارن جاهای وارد بشن. اما این بار این بچه های ما اینا رو میزنن لطه پار میکنن. بچه ها بزنید. رژیم کارش تمومه، همه پایوران نظامش از بین رفتن و همونایی که موندن در این از بین میبرن. اونایی که دیگه پولا رو ازشون فرار کردن، اونایی که پول نداشتن تو ایران گیر کردن،
دارن علیه رهبری. هفته پیش تیکی کوچیک از مهدی نصیری به شما نشون دادم، دوباره ببینید. مهدی نصیری کسیست که جونشو میداد برای رهبری، برای حزب الله بازی، برای چماق تازی. ولی از وقتی که جنبش دانشجویی پدید اومد 1999، اینا کشیدن کنار. و الان افشایی که میکنه آقا این شمخانی که همه کاره اون مملکته، روزی 1 میلیارد بچهش سود میبره. چقدر؟ 1 میلیارد تومان دلار بدبخت. تو سگ دو بزن برای 1 دلار صبح تا شب. فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملیتون که تو اینجا قصه ها نقش اول داره، صادر کننده اول نفت ایران هست. 40% نفت ایران را صادر میکنه. روزی 1 میلیون دلار سود میبره پسر آقای شمخانی. برای شما چه مشکلی داره؟ این سیاست خارجی سرشار از نعمت بوده برای شما و برای آقازاده هاتون، برای وابسته هاتون. میگن امریکایی ها تحریم کردن. شما که بارها بزرگان گفتن که تحریم نعمت بود، ما با تحریم شکوفا شدیم. دست بردارید از این تناقض‌گویی ها. وقتی که سیاست میشه ایدئولوژیک، از مدار عقلانیت و خرد خارج شه. اینا خیلی راحته زدن. اینا از قدیم گفتن پنجه ها باید هم بشه و پنجتا متحد بزنید اینا رو. از حیوانات اتحاد رو یاد بگیرید، از حیوانات همبسته شدن رو یاد بگیرید. نظم رو، زیبایی رو از حیوانات بیاموزید. چجوری نابود میکنید دشمن رو با همبستگی. بعدم اینا هر از چندی تا سرشون به دیوار میخوره کاری میشه، 4 تا از این ابلهای تازی پرست کمونیست، اکثر اینا هم کمونیست هن. آج یارو که میاد پیشانیش فلانه و تسبیح دستش میگیره و زر زیادی میزنه و اینا نوکرای روسیه هستن. این مسمومیت های فیلم های کشتار های سرکوب تظاهرات، نه همه را استالین تجربه کرده. دست های استالینه که الان دارن تو سرزمین سر شما بدبخت ها میارن. بریزید بیرون، 86 میلیون هستید، 8 میلیونتون بریزید بیرون، توف بکنید سیل میبردشون، فوت بکنید توفان اینا رو میبره. بدبخت ها، دنیا از شما حمایت کرد نیامدید تو خیابون. دنیا از شما حمایت کرد دیگه هم نمی کنه. دیگه میره با اینا میسازه، دیگه میره با اینا میسازه. همونطور که خمینی رو میندازن تو ماه براتون که بفهمن که شما هنوز ابله و خرید، هنوز میشه سوارتون شد. الانم بدتر از اون سوارتون میشن، الانم بدتر از اون دارین به فرزندان خودتون خیانت میکنین. آقا ازدواج به سبک آریایی 40 سال مادش کردیم، معنی واژه ها رو گفتیم، مثل معنی نام ها و غیره و غیره و غیره. مردم سرزمین ما این انسان های آزاده، آزاداندیش، پاک دل، پاک تینت، مهرورز، این را آویزه گوش کردن که هیچ
توصیه به هر کسی و محضردارهای بسیاری با انسانهای خردمند ما در داخل ایران اینا پذیرفتن و ازش استفاده کردن و پذیرفتن امضا کردن و پذیرفتن سند صادر کردن و و و و و شناسنامه صادر کردن. آقا عرض چندی اینا میخوان یه جوری تازی بودن خودشونو، صحراگرد بودن خودشونو، بنی هاشم بودن خودشونو، ضدیت خودشونو با تاریخ و فرهنگ و هنر 7700 ساله ایران نشون بدن، میان یه لگد میخوان به یک چیز آریایی ایرانی بزنن. آقا اومده یارو مرتی که بگه عقد آریایی، این عقد آریایی فلان رسیدن، بزنید این پروفسورو. اینها حتی برخلاف قانون اساسی خودشون حرف میزنن، اینها حتی بر اساس اون فقه گند فقاهتی خودشون حرف میزنن. ازدواج نوعش آزاد هست برای همه، هر کی هر جور دلش خواست ازدواج میکنه با هر گونه سخن و سبک. این احمقا که اینا نمیدونن، یک بچه جعلق گوساله ای که نیم کیلو ریش گذاشته و نمیدونم چه کرده، میاد میخواد برای تمدنی بزرگ که جهان روی تمدن آفریده تصمیم میگیره، شما بزنیدشون، چوف بندازید. همچنان که الان یادتون نره، الان وقتی این اولاقای حزب الله شما کتک نمیزنید، اینا وقت میکنن تلفن بزنن 110 فلان، اینا پلیس بیاد برای کسی که کشف حجاب کرده خودشون، این لچه که صحراگردان را از سرش برداشته، وقتی میزنه میاد اون پلیسی که میاد، پلیس ایرانه، پلیس آریایی است. اگر بیگانه نباشه، اگر از این کشورهای بیگانه که اومدن اونجا هویت گرفتن، پول گرفتن، چه گرفتن، اگر از واقعا ریشه و تبار ایرانی باشه، وقتی میرسه اونجا به اون حزب الله یکی زنگ زده، میگه تو زنگ زدی؟ میگه برو گم شو پدر سوخته. دختر آریایی رو میگه عزیزم برو هر جور دلت میخواد راه برو. 100 تا نمونه دارم مثل این، 100 تا نمونه. خیلی چیزا رو پخش نمی کنیم، چون همونطور که بچه ها میرن این یارو ماسیخته بود رو سر ماسیخته بود توی ترقبه عجب بی ماسفروشه دکونش گرفته گرفته بود، میرن خونش رو ترتیبش رو میدن. خوبه حرمزاده هم امکان داری که اگر شناسایی کنن بچه های ما رو برن بچه ما رو اذیت کنن، ولی یاد داره الان یک مسئله آتش بی اختیاریه. این آتش بی اختیاری رو که یارو که مرده گفت، سیدعلی خامنه‌ای مرده گفت، آتش بی اختیاری تموم شد. شما هم آتش بی اختیار باشین، شما هم آتش بی اختیار هر حرمزاده رو ترتیب بدین. من از پلیس ایران، از نیروهای امنیتی ایران که از دختران آریایی و فرزندان دلیر میهن به عنوان ایرانی بودنشون پاسداری میکنن، دفاع میکنن، سپاسگزارم. من شنیدم توماج عزیزم، توماج صالحی عزیزم، حالش خوب نیست در زندان، خیلی شکنجش دادن، خیلی این رستم رو، این فردوسی رو، این حافظ رو، این ارمغان تاریخ 7700 ساله ایرانی رو، توماج صالحی شنیدم خیلی آزار و اذیتش کردم. از توی نیست شنیدم که به زودی آزاد میشه. افرادی که باید این کار رو بکنن، اگر بکنن، دست کم از مجازاتشون در فردای آزادی ایران کم میشه. همه زندانی ها بایستی آزاد بشن، اما افرادی مثل توماج صالحی سمبول هست. آقا شما ببین چقدر این بچه کار از خودش گذاشته رفتی تو زندان، چقدر کار گذاشتی تو این شبکه‌های اجتماعی، هر چی می‌بینی جدید، کارهای قشنگ، شعرش مال خودشه، موزیکشو، ادا و اطفارشو وقتی در میاره اون میخونه، سبک کارشو، و تازه قهرمان، زیبایی کار، زیبایی اندام، ورزشکار. من به حرامزاده های تازی که بر سرزمین من حاکم هستند توصیه و تذکر، تو مای صالحی ها بایستی به زودی آزاد بشن، بلایی از سر اینا کم بشه، همه این تریاکی های تا
تازی پرست ستم پذیر خابیده در خانه رو فرزندان اینا میارن جلو سپر میکنن شما رو نابود میکنن. چطور حسینتون رفت بچه شیرخواره خود چه تفلیل رو برداشت بود سپر کرد تا زن بوده هر دم نخورد. آقا بچه شیرخواره شما سپر کرد تا 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 تیار زدن به بچه شیرخواره. آقا تو اولاق بشین برش گریه کن، تو برای خودت گریه کن، برای یعقوبت بابک، برای مظلومیت رضا شاه گریه کن، برای کشتن احمد کسروی گریه کن، برای کشتن دکتر کوروش آریامنش، رهنورد ها، شکاری ها، نیکا، شاکرمی ها، برای اینها برو گریه کن بدبخت که برای آزادی تو، رفاه تو، خوشنودی و شادی تو جونشونو دادن. ابلهان، هیچ ملتی در دنیا، هیچ ملتی در دنیا به پستی و نامردی میلیون ها نفری که شناسنامه ایرانی تو جیبشونه اما اکثریت خاموش هستند، اما تازی پرست هستند، اما ستم پرست هستند، اما ستم پذیر هستند نیست. درسته ما نابغه در سرتاسر جهان زیاد داریم، در خود ایران نابغه زیاد داریم، ما در خر بودن هم نابغه زیاد داریم، ما در نامرد بودن، بی شرف بودن نیز نامرد زیاد داریم، ما در نامردی نامرد زیاد داریم. رستم فرخزاد ها رو در قادسیه تنها گذاشتند، زیاد داریم. رضا شاه رو تنها گذاشتند، وقتی رفت هیچ کس براش گریه نکرد، محمد رضا شاه همینطور. اما ایرانی از روزی که شنید محمد پیامبر اسلام داره سپاه آماده میکنه که به ایران حمله بکنه، نیرو فرستادن، محمد رو ایرانی ها توسط یک بانو کباب کردن، جیگو دوست داشت، گوسفند رو کباب کرد، مسمومش کرد، محمد رو کشتن. ابوبکر داشت مقدمات کار محمد رو تکمیل میکرد به ایران حمله کنه و کرد، در حمله کوچک شکست خورد بحرین، ما ابوبکر هم کشتن. عمر سپاهش آماده حمله فلان، دیگه سردارا میان، سردارا دیگه تو مدینن، هرمزان ها تو مدینن، میزنن میکشن، عمر رم میکشن، عثمان رم ایرانی هم میکشن، علی رم میکشن، از خود محمد تا چهار خلیفش رو میکشند، چون روم اینها رو تقویت کرده، روم اسلام رو ساخته و روم میخواد به ایران حمله کنه توسط پابرهنه ها. بسیار گفتیم، برید کامل اینا رو گوش کنید، روی صفحات اینترنتی ما در یوتیوب گوش کنید. اسلام رو میسازه روم تا ایران رو نابود کنه، از همون محمد میگیرن میکشن ایرانی ها تا چهار تا خلیفه، تازه بعد مگه ول میکنن؟ حسن حسینشون هم میکشن، همه اینایی که کینه علیه ایرانی داشتن، برید بخونید آثار اینها رو، تمام قاتلای خودتون میبرید رو دست و خدمتگزارای خودتون میکنید فرو دست. حسن رو زنش مسموم میکنه، زنش حسن رو مسموم میکنه، چون وقتی سوال میکنه میگه من یه امکانات اینا رو بده، من این سپاه همه رو در اختیارت میذارم که برید شورش های ایران رو سرکوب کنی. حسین وقتی میاد تو کربلا میبینه ایرانی سرش کلا گذاشتن، نینوا اومده کوفه فلان، سرش کلا گذاشتن دفترش تو تله، میگه به یزید نامه مینویسه، میگه تو پسرمون جان ما رو ول کن بریم ایران، شورشگرا رو تبرستان اینا، سیستان بلوچستان اینا شورش کردن، ایرانی اینا رو هم سرکوب کن، اینا رو بکشن برات، ما رو ول کن جون ما. اون شمر عموی برادرش، دایی برادرش، یعنی دایی عباس، سری رو میبره، میگه تو میخواد بری پست بگیری، جاه و مقام میخواد بگیری، جاه و مقام بگیری، من ترتیب تو خودم میدم، همه اونم مال خودم.
و بعد شما در نظر بگیرید همینطور ایرانی ها اینقدر سلحشورانه در دو قرن سکوت خودشون مبارزه مسلحانه میکنن، بعد ده ها گروه و سازمان و تشکیلات درست میکنن، شعوبیه، قرامته، باطنیین، سندباد، اوه 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 اوه، چه گروه های مبارزه مسلحی میسازن علیه تازیان. تا الان خواب را چشمان اینا نگرفتم، مگه تازی میتونه بخوابه شب تو ایران؟ وقت شما پیرپاتال ها، ستم پذیرا، تازی پرست و بدبخت. که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می فرستم.
تو سرت برای اونایی تو بابار بابا ننه خودشون اینو عزاداری میکنن ابله، برای بابا ننه شون عزاداری میکنن، مشتی خرم در تبعیت و ایران در اسارت. ایران رو الان شما نیومدید به دادش برسید، این همه تلاش، این همه هزینه. خب یاروهاش که تو خارج سرمایه‌گذاری میکنن از انقلاب شما فلان پشتیبانی میکنن، آقا نکردید، کاری نمیکنید، یارو باید به پولش برسه، هزینه رفته که نظام بیفته، نمیفته. شما نمیگین تو خیابون از چور دیگه به تلفیش کنه، اینا برای معزز خدا مش کسی نمیگیره، تو مش گرفتن باید کم زرنگ باشه، حق خود تو بگیری. همچنان چه رضا شاه با ذکاوت و زیرکی رئیس قزاق هاست، روزهای اول با اینا لاس میزنه، قدرت رو گرفت ترتیب شون میده. محمد رضا شاه حالاش که جوان، امکانات نداره، نیرو نداره، سپاه نداره، قدرت نداره، چه نداره، وقتی فروغی محکمش میکنه، فروغی یهودی ایران دوست بود، فروغی محمد علی فروغی، وقتی که درست میکنه، میخ محکم میکنه برای پادشاهی آریامهر و اون میمونه، هی قوی 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 میشه، بعد بعدا در برابر استعمار وای میسته، استعمار میدیر بیرونش میکنه، سرنگونش میکنه. شما هیچ کار نکردید، ولی زنان و دختران آریایی درود دارم بهشون، اینها رهبران آزاد بخش ایران هستن و اینها ایران را آزاد میکنن، ایران سربلند میمونه، سرفراز میمونه، از این منجلاب در میاد. شما پیرپاتال ها قتل عام میشید، شما پیرپاتال های خفته از جا بلند نشدید، نابود میشید، فرزندانتون دنیا رو گرفتن، بیشتر میگیرن و سربلندی رو ارمغان 7700 سالی تمدن، تمدن ساختن از 7700 سال پیش، اندیشه علمانی یعنی خردگرا و لائیک ساختن. پایان برنامه میرسیم، دستان گرم شما رو میفشارم، از برادرم مهندس امیر شجر سپاسگزاری میکنم، دبیر کل این تلویزیون، به شما میگم تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب.
از میترات محمد، قرآن سرودهی به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و کتابستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخ‌گوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ. قاضی در گوشی به خیام گفت: این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. دا به پا خیزد: ابو عیاض، 35 سال دارد. قاضی خطاب او میگوید: تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضربه شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند: من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم. دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میداد: امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت: وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت: در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید.